بیننده دیگه هستش. خب یه بیننده ای تماس گرفته که در حقیقت یه جورایی بیننده خیلی سرشناسی است، عزیز اصلی. اگر بینندگانی که یه مقدار سنشون از من و بیننده های جوان سنشون بیشتر باشه، حتما اسم عزیز اصلی رو شنیدن. اگر من اشتباه نکنم دروازه‌بان اسبق تیم ملی ایران. سلام آقای اصلی. سلام علیکم. خب آقای اصلی، من اشتباه که نگفتم، دروازه‌بان بودید دیگه شما. خب آقای اصلی، شما به هر حال یه ورزشکاری هستید که در حد ملی و آسیایی بازی کردید و تجربه زیادی دارید. به نظر شما جایگاه ورزش و مدارس در ایران در چه شرایطی قرار داره؟ خدمت شما عرض کنم که من خودم چون دبیر ورزش بودم و همه مربی تیم آموزشگاهی ایران هم بودم، مخصوصا تهران، بیشتر ورزشکارای من، بچهای من، بیشترشون تیم ملی از بچهای من تغذیه میشد و باشگاه های تهران، مخصوصا تیم پرسپولیس، تیم تاج، پاس و سابقه بوش، تیم شوها، بیشتر اینا میمدن پیش من مربی های این باشگاه ها. و چون خود منم بازی میکردم و با همه دوست بودیم، میمدن از من بازیکن میخواستم و من به اینا بازیکن تحویل میدادم که بعدن همه اینا بیشترشون، یعنی 90% این بازیکن ها بازیکن های تیم ملی تشکیل دادن و میتونم اسم ببرم، از ناصر حجازی گرفته که دوست صمیمی من و آقای فرکی که الان مربی هستن و آقای پوریدری خدمت شما از کنم که مربی هستن و خیلی از بچه ها که در تیم ها بازی میکنن از شاگردای من هستن. البته این که در این که شکی نیست آقای اصلی عزیز، چون برها شما سالها چه در عرصه ورزش و چه در عرصه همونطور که میفرمایید تدریس سابقه دارید. آقای اصلی، بذارید حالا که شما روی خط آمدید از این فرصت استفاده کنم و یه سوالی از شما بپرسم. خیلی از ورزشکارا بعد از اینکه دوران ورزششون تموم میشد، جذب دستگاه آموزش پرورش یا وزارت فرهنگ سابق میشدن، به عنوان معلم ورزش سعی میکردن به دانش آموزا ورزش یاد بدن. بعضی ها انتقاد میکنن، میگن این باعث میشد که درسته اونها ورزشکارای خوبی بودن اما بنیه علمی کافی نداشتن. آیا این انتقاد وارده؟ خدمت شما عرض کنم که ما فارغ التحصیل دانشجوی تربیت بدنی بودیم. بله. همینطور از زمین فوتبال نرفته بودیم معلم ورزش بشیم، که ما اونجا دوره شبانه‌روزی بودیم، دوره شبانه‌روزی میدیدیم و در تمام رشته ها، نه در فوتبال. و همه ما بیشتر همدورای من داورای مسابقات بودن و بیشتر همدورای من مربیای تیم ما شدن و حتی در زمان ما همکلاسای من بهترین ورزشکارای شهرستانا بودن و بیشتر این همدورای من و دانشسرایی ها از شهرستانا انتخاب شده بودن. فرض بفهمی که 5 یا 7 هزار دانش وقتی شرکت کننده داشتیم در کنکور دانشسرا، از تو اینا 50 نفر انتخاب می شدن. توجه میکنی؟ بله. همین توی نمی شد که بگیم یارو چون فلان فوتبالیسته بیاد اینجا معلم بشه. اینطوری نبود، اشتباه نشه. و اینا کلاس می دیدن و کلاس های زیر نظر استادای خوب و اینا واقعا خیلی خیلی نتیجه خوبی دادن در آموزش پرورش. بعضی حالا ما تو گزارش ابتدای برنامه هم داشتیم آقای اصلی عزیز، ببخشید که من دارم زیاد سوال از شما میکنم. تو گزارشمون هم داشتیم که خیلی معتقدن بهترین دوران فعالیت ورزش مدارس تو دهه 40 و 50 بوده. چه چیزی اون دوره رو از دوره فعلی متمایز میکنه؟ چون ظاهرا الان که دنیا به هر حال مدرن‌تر شده، علم پیشرفت بیشتری کرده، امکانات افزایش پیدا کرده، انتظار اینه که الان ورزش مدارس بهتر باشه. دلیلش چیه که اون موقع بهتر از الان بود؟ خدمت شما عرض کنم که خب زمان فرق میکنه. اون موقع وضعیت که طوری بود که بیشتر به ورزش مدارس اهمیت میدادن و از نظر چیز ظاهری اجتماعی و از نظر اسلامی بودن هم یه مقدار، مخصوصا دخترها اینا
خب باز سرباز بودن و آزاد بودن در میادین و در میادین فرض بفهمین که همه میتونستن استفاده کنن، تشویق بکنن و تشویق بشن. اینی که خب این حساب دوتا چهارتاست دیگه، وقتی که اینطوری چیز نباشه به حساب حجاب اینا مسئله این نباشه، خب آزادی بیشتر باشه و پیشرفت یکم بیشتر میشه. ولی مسئله ای که هست این الان در تمام دنیا، شما خودتونم در امریکا هستید میبینید، اصلا پایه و اساس ورزش از مدارس شروع میشه. شما نگاه کنید به المپیکا رو نگاه کنید، تمام قهرمانای دنیا مخصوصا کشورهای که پیش در ورزش پیشرفت کردن از سنین 3-4-5 سالگی اینا شروع میکنن به زیر نظر مربیای خوب تربیت کردن و در 10-12-13 سالگی این قهرمان المپیک میشه، چند تا مدال طلا میگیره در رشته‌های مختلف، ژیمناستیک، نمیدونم دو میدانی، شنا، همه چی، فوتبال، چی اینا، و اینا سرمایه گذاری میکنن در مدارس. مدارس نیستش که یه حیات 10 متری داشته یه تور والیبال نتونن بزنن. در وقتی که یه به حساب برنامه ریزی مدارس انجام میدن، اول این نقشه زمین ورزش و چیزهای ورزشی رو در نظر میگیرن، همینطور بگی دانشگاه و باشگاه و این مسائل. الان باشگاه پرسپولیس تاج ما بهترین تیمای اینا زمین چیز نداره، دنده ندارن، اینه که خب نتیجهش معلومه چی میشه دیگه. بله، بینندگان عزیز، بیننده یه برنامه روی خط هستید که امشب در مورد وضعیت ورزش مدارس بحث می‌کنیم. مهمان گرانقدری از آلمان روی خط ما هستن، آقای عزیز اصلی، فوتبالیست سرشناس ایرانی. آقای اصلی، اجازه بدید یه سوالی بکنم در مورد اهمیت ورزش مدارس. به نظر شما که حالا سالها سابقه دارید، ورزش مدارس چه اهمیتی برای چه یک کشور و چه اون دانش آموزای مدارس داره؟ خدمت شما و بینندگان عزیزتون عرض کنم که ورزش اصولاً کشوری که مملکتی که جوانهای برومند و قوی داشته باشه، اون مملکت محکمه و انسانهای قوی داره و انسانهای قوی با کوچکترین چیزی از پا نمیشینن و محکم و استوار هستن. ورزش پایه و اساس جوانا و واقعا سازندگی برای جوانا و برای تمام ارگانهای مملکتی باید در این راه دست به دست بدن و کمک بکنن که مخصوصا ورزش مدارس از پایه و اساس پیریزی بشه و همه باید کمک بکنن. و ما میبینیم که در تمام کشورهای پیشرفته که در ورزش پیشرفت کردن و اولین پایه و اساس ارگانیزه کردن این چیزا به حساب ورزشه و از دبستان شروع میکنن، دبیرستان و دانشگاه ها و تمام پایه و اساس این به حساب چیزای اولیه چیزای ورزشیه. ما هم باید با دنیا همزمان با دنیا پیش بریم و نباید غافل بشیم که بگیم که نه، ورزش یه زنگ تفریحه، در درجه اول درس‌های دیگه است. درسات که درس ورزش از تمام درس‌ها واجب تره، چون برای سلامتی بدن اول واجب سلامتی بدن بعد چیزهای دیگه است. نیرو بود مرد راستی که سستی کجی زاید و کاستی، که مثل که فردوسی نو گفت که در بالای کتیبه چیز هست به حساب باشگاه ورزشی.
جناب عزیز هستی، حالا اتفاقا من یه عکسی از شما هم پیدا کردیم، داریم نشون میدیم برای بیننده هایی که سالهاست تصویر شما رو شاید ندیدن. امیدوارم فرصتی بشه که توی برنامه دیگه بیشتر شما رو داشته باشیم از استودیو و بیننده ها بتونن تصویر شما رو هم ببینن در حینی که صحبت میفرمایید. من میخواستم یک نگاهی هم بندازیم به ورزش مدارس تو آلمان. به هر حال شما اگه اشتباه نکنم بعد از انقلاب به آلمان مهاجرت کردید و در اونجا زندگی میکنید، درسته؟ بله بله. خب آقای اصلی، ورزش در مدارس آلمان چگونه است؟ چگونه دنبال میکنن اونها؟ اتفاقا من یه سزون مربی تیم دخترای آلمان بودم و اینجا با باشگاه ها در تماس بودم و واقعا به ورزش خیلی اهمیت میدن و بودجه کلانی در اختیار ورزش، مخصوصا آموزشگاه. اصلا پایه و اساس ورزش آلمان از آموزشگاه شروع میشه و خیلی اهمیت میدن و اصولا بچه‌هایی که در مدارس اینا پیشرفت میکنن و هر کسی به علاقه خودش که در چه رشته علاقه داره زیر نظر مربیای خوب، مربیش هم اینجا مربیای کسایی هستن که خودشون از ورزشکارای قدیم بودن و از ورزشکارا هستن که رفتن تو دانشگاه های تربیت بدنی و کلاس های تربیت بدنی تموم کردن و الان اومدن شدن مربی و زیر نظر اینا تعلیم میبینن و بیشتر ورزشکارای آلمان و از همه مدارس سنین مختلف تشکیل میدن و ورزش آلمان واقعا غنیه و در تمام رشته هم اینا در سطح جهانی قهرمان دارن دیگه. نتیجهش هم همین پایه‌ریزیه که از دبستان و دبیرستان و دانشگاه اینا واقعا سرمایه‌گذاری کردن. آقای اصلی، اشاره کردید به هر حال تیم تربیتی و تیم مدیریتی، یه اشاره هم به امکانات اگه میشه بکنید و مقایسه کنیم با امکاناتی که الان تو ایران وجود داره برای ورزش مدارس. خب اصولا بدون سرمایه‌گذاری و بدون صرف چیزای مادی نمیشه که با دست خالی. شما دیدید مزرعه میخوان یه محصول میخوان به وجود بیاد، آیا شما زمین نداشته باشین، آیا این زمین رو شخ نزنین، آیا تو این زمین شما بذر خوب نکارین، آیا شما باغون خوب نداشته باشین، چجور محصول میتونین درو کنین؟ خب ورزش هم میتونم اینطوره مثال بزنم. وقتی شما زمین های ورزشی، استادیوم های ورزشی، تجهیزات ورزشی خوب نداشته باشین و مربیای خوب نداشته باشین، وسیله نداشته باشین، چجوری میتونه قهرمان پرورش کنین، پرورش به حساب تربیت بکنین و قهرمان به المپیکا بفرستین، جام جهانی ها بفرستین؟ هر چیزی، هر امکاناتی به حساب سرمایه میخواد. اینه که باید سرمایه گذاری کرد بعد استفاده کرد، چرا که نه. بله، ممنونم از شما آقای عزیز اصلی، پیشکسوت فوتبال ایران، که از آلمان روی خط آمدید و در این بحث با من شرکت کردید. امیدوارم بیننده ها از اظهار نظر شما در حقیقت استفاده کرده باشن. خیلی سپاسگزارم از شما. منم سپاسگزارم که وقت به من دادید.